تماشاچی هستیم رزا رشیدپور پرچمدار رسانه ی مسعود پزشکیان در زمان قبل از انتخابات درباره ی منتقدان مسعود پزشکیان بعد از انتشار کابینه ی پیشنهادیش صحبت های عجیبی انجام داد از دید رشیدپور رسانه هایی که امروز به انتقاد پرداختند شلیل نیوز هستند جو راه افتاده جنگ روانی هدفداره افراد خط دهنده هم با پول پاشی قصد جهدهی این جریان را دارند اتهام های رشید پور در حالی مطرح میشه که این اولین انتقاد به پزشکیان و اولین چالش جدی اون با طیف رای دهندگان خودشه ما در میان پیچیده ترین عملیات رسانه‌ای تاریخ ایران هستیم اینو بلا شک خدمتتون عرض میکنم. یعنی همانطور که پیچیده ترین انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شد وسط کارزار پیچیده ترین عملیات رسانه تاریخ ایران قرار داریم. به همین دلیل به دوستان توصیه میکنم که به شد دت مراقب ترفندهای رسانه‌ای انواع و اقسام جناح انواع و اقسام گروه ها یا باب کردن جمله ها و خبرهایی که احتمالا دل ما رو خنک میکنه یا ناگهان به ما یک حس بد تنفر یا وادار کردن به فهاشی یا هر چیزی القا میکنه حتما در مقابل چنین فرایندهای رسانه ای من چکار میکنم آدم سیگاری هم. وقتی که میخوام به یک چیزی واکنش نشون بدم اول گوش رو میزنم کنار میرم یه نخ سیگار برمیدارم سیگار میکشم یه دوری توی اتاق میزنم با خودم فکر میکنم راجع به اون متنی که منتشر شده و واکنشی که میخوام نشون بدم بعد میرم تایپش میکنم این متن رو دکمه پست رو نمیزنم باور بفرمایید که باز شروع میکنم سیگار دوم رو روشن میکنم کما اینکه در ایام انتخابات در اون تمپو هم باز هم همینطوری بود قبل از زدن دکمه پست مجددا در حالی که حالا احتمالا دارم قهوه میخورم یا دارم سیگار میکشم یه بار دیگه متنم رو مرور میکنم که چی دارم ارسال میکنم و بعدش دکمه پست رو میزنم و به شدت هم پای حرفی که زدم میستم بنابراین بچه هایی که ما به عنوان آدم های متقن و معتبر رسانه میشناسیم حتما باید در بویژه این روزها که من معتقدم که در ایام پیش رو این عملیات رسانه خیلی سنگینتر هم خواهد شد مراقب کنش ها و واکنش با هاشون باشند که <applause> اصخایی میکنم به اصطلاح پول داره خرج میشه بذارید واضح بگم پول داره خرج میشه برای اینکه از شماها واکنش بگیرن واکنش های عصبی هم بگیرن واکنش های پرخاشگرانه هم بگیرن دیگه از این واضح تر که نمیشه گفت در این دام نیفتید برای اینکه خیلی ها امیدواری یا ناامیدیشون اصلا خوشحالیشون یا غمگینیشون به همین واکنشهایی که شما دارید نشون میدید و بی بدونید که من مطلع ارز میکنم پیچیده عملیات روانی داره صورت میگیره که همون کسایی که بنچمارک هستن محل توجه هستن در توییتر واکنش های عصبی نشون بدن و اون واکنش های عصبی دستمایه رفتارهای متقابل بشود این است این نکته بعد اینکه که خب من عادت دارم که نیمه پر لیوان رو ببینم حالا شاید به مزاق خیلی از رفقای اتاق خوش نیاد ببینید دوستان من اینی که آقای شریعتی توییت میکنن آقای ثابتی میان توی تلویزیون فارغ از اینکه اسم کیه چقدر رأی آورده هر چی فضای خیلی خوبی میدونم خیلی قشنگه خیلی خوبه میان نظرشون رو میگویند مقابل دوربین مقابل میکروفون آقای مالک شریعتی توییت میکنه میگه نظر من اینطوریه این, این رسیدن به فرایند شنیدن نظرهای مخالف فارغ از اینکه حالا آقای مالک شریعتی امیر حسین ثابتی بله میتونست شاش علی متحری باشه میتونست شاش مثلا آقای صفای فراهانی باشه هر کسی اما خود فرم که ایرادی نداره ما باید اگر مدعی این هستیم که حرفش رو گوش کن یا بزا حرفش رو بزنه این بزا حرفش رو بزنه درباره آقای شریعتی هم هست بزای حرفش رو بزنه بذارید ثابتی هم حرفش رو بزنه این منهای اون فضاست که آیا آقا تصحیم به نسبت مساوی و عادلانه هست آیا همه میتونن برن در تلویزیون حرف بزنن اینا دیگه تبصره هاشه ولی در حالت کلی اینی که همه دارن راجع به کابینه حرف میزنن نقدشون رو میگن این جزو اتفاقات مبارک انتخابات 1403 واقعا قبلا نداشتیم در 1400 که مطلقا در پیش از اون هم در دولت های آقای روحانی به سبب گسترده نبودن فضای رسانه ان این انعکاس این حرفها به این شدت نبود بنابراین ماها باید پاسداری کنیم از این فضا و اتفاقا بگیم من نوشتم که آقای دکتر جلیلی دمتون گرم نظرتون میدین نقدتون رو میدین اما دیگه فیلم پر کردن و پشت میز نشستن و اینکه ما فلان میکنیم و بیسار میکنیم این به نظر من به وحدت ملی کمک نمیکنه وگرنه حق آقای جلیلی هم هست به عنوان کسی که تعدادی رأی قابل توجه آورده در انتخابات نظرشون نسبت به کابینه هم بگوید نکته پایانیم در این دوره بحث اینه که دوستان اینو فراموش نکنید که بسیار زمانم تموم شد بسیار محتمل بود که امروز شما راجع به وزارت ارشاد آقای ثابتی صحبت بکنید نه حضورش در تلویزیون بسیار محتمل بود راجع به وزارت کشور آقای رسایی صحبت بکنید نه واکنشش در مثلا مجلس بسیار محتمل بود که راجع به ابقای وزیر فعلی بهداشت در سمتش در دولت چهاردهم یک سال بعد بحث بکنید نه سوژه بحثتون آقای دکتر زفرغندی باشه دو راهبرد شناخته شده در جن... جنگ روانی وجود داره یکی پولاریزاسیون یا دو قطبی کردن و دیگری ایجاد عصبانیت کردند و متاسفانه نه فقط شما خیلی از دوستانی که من میشناسم در هفتاد و دو ساعت گذشته آدم خیلی حرفه ای هم میدونستم دوچار همین دام پولاریزاسیون و عصبانی کردن از سیف مقابل هستند. پولاریزاسیون رو شفاف بگم ببین سه سوت یک هفته بعد از مراسم تحلیف آقای پزشکیان جبهه مقابل آقای پزشکیان یک پولاریزاسیون خیلی درست طراحی کرد اونایی که طرفدار عارفن اونایی که طرفدار ظریفن اونایی که طرفدار جهرومی هن اونایی که طرفدار قائم پناه هن. و بچه هایی که خب طبیعتا در یک فضای احساسی به سر میبرند و بسیار هم فشار روشون بوده در ایام انتخابات بلا فاصله در دام این پولاریزاسیونه قرار میگیرند. ادهی شروع میکنن از این معاون دفاع کردن ادهی از اون معاون دفاع کردن این وسط چه نتیجه برای جبهه مقابل حاصل میشود هجمونیه طیف سردمدار رسانه ای رو تغییر میده برید رصد بکنید در فضای توییتر در حالی که طرفداران اصلی آقای پزشکیان مشغول یارکشی بین عارف و ظریف و اینها بودند یک سری دوستانی که باورتون نمیشه اومدن گفتن که نه آقای پزشکیان ما شما رو تنها نمیذاریم پزشکیان تنها نیست به،, به, سرعت این عملیات روی بچه هایی که آدم فکر میکنه باید خیلی حرفه ای باشن جواب داد و طیف سردمدار رسانه ای رو یه تغییر جالبی در توییتر داد حالا من همیشه سعی میکنم که اون تعقل و عدم گرایش به هر کدوم از سیف مغناطیس رو حفظ بکنم و ولی, واقعا هرس میخوردم یعنی بچه هایی که این همه زحمت کشیدن میدیدم به راحتی در این دام میفتن بعضی وقتا میدید یه عکسی منتشر میکنم از خودم مثال بزنم که در مورد من ات... گشته بودم بیریخترین عکس منو پیدا کرده که کچلم خیلی خودم اون عکس حالم به هم روز خودتو کچل کردی واقع <تصح> 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 نه کار ببین کار درست سایکولوژیکال وارفر دیگه یعنی طرف گندترین عکس من رو پیدا میکنه میذاره و میخواد چیکار کنه میخواد بگه که رشید پور الان باید بیاد با عصبانیت یه جوابی به من بده و اون عصبانیته بشود سوژه ای که من میتونم روش موج درست بکنم حالا این وسط ما چقدر خودمون رو مسلح بدونیم به دانش رسانه‌ای به ویژه در پیچیده ترین عملیات رسانه‌ای آی دکتر سلاجقه گفتن 20 سال آی دکتر نه به خدا تاریخ ایران پیچیده ترین عملیات رسانه تاریخ ایران چند ماهی که در جریانه و امیدوارم که هرچه زودتر دولت واقعا در این حوزه جنرال های رو به میدان بفرسته که بتونن از پس, پس پیچیده ترین عملیات رسانه تاریخ ایران بر بیاین کی گفته مثلا فلانی ها استفا میدن همون شلیل نیوز که الان شما داری میل میکنی ها مصطفا این, ها، این شلیل نیوز ها میان ناخداگاه فضای مجازی رو همون آستروتروفی که دیشب میگفتیم چمن مصنوعی تمام فضای مجازی پر میشه از بحانهی که پریشب ایجاد کردیم پریشب مثلا گفتیم آقا فلان تفسیر قانونی میگه که فرزندان فلان فلان دیگه اصلا به تحلیل و تفسیر قانون مبانی قانونی راه و احتمالاتی که در اون قانون متصور هست و این قانون کی تصویب شده چگونه میشود از این قانون استفاده کرد بحثای حقوقی حول این قانون چیست برای اینکه ما پریروز در فضای توییتر در واقع تحلیل های درست و همینطور نقد های درست نسبت به این ملعبه و دستاویز نداشتیم نتیجه شد امروز شلیل نیوز ها مستند بر همون چیزی که ما در چهل ساعت خود گذشته خودمون در فضای ایکس بهش دمیدیم امروز دوتا خبر جدید هم تولید میکنن مطمئن باشید که فردا تا خبر جدید هم مستند به همین واکنش های انفعالی ما تولید خواهند کرد و جامعه رو ذهنش رو بیش از این آشفته خواهند به نظر رشیدپور منتقدان همه متهم به قرار گرفتن در جریانی هن که هدفمند و کلی پول بابتش پرداخت شده اما در خصوص موجه بودن یا نبودن این انتقادها هیچ صحبتی از اون نشنیدی نظر شما درباره این صحبت های رشید بورچیه چیه؟ حتما نظراتتون رو تو قسمت کامنت با ما در میون بذارید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد کانال تماشاچی رو سابسکرایب کنید تا در جریان آخرین اخبار و هواشی ایران قرار بگیرید.